خب دوستان عزیز، همچنان در مناطق جنوب کشور هستیم، در رشته کوه زاگرس، و قراره به دنبال گونه دیگر از مارهای غیر زهرآگین این مناطق، مارهای دستی بگردیم. قبلا در بخشی از استان خوزستان به دنبال یک گونه از مارهای دستی بودیم، مار قیتانی، که خطی نارنجی از امتداد سرش تا انتهای بدنش قرار داشت که تصاویرشو براتون در ابتدای این ویدیو در اواسط این ویدیو میذارم تا باهاش آشنا بشید. مار قیتانی دیگری که به دنبالشیم به تیرمار هم معروفه، که این یک اصطلاحه به دلیل سرعت بسیار بالایی که این مارها دارن و بدن باریک و طول بلندشون، که تیرمار خودش گونه دیگری از مارهای عقب نیش ایرانه و جز مارهای نیمه زهرآگین هستش، اما این مارها کاملا غیر زهری و هیچ خطری برای انسان ندارن. از خزندگان کوچک مانند مارمولک ها، جوندگان کوچک مثل نوزاد موش ها یا نوزاد پرندگان در سقف خانه های قدیمی جنوب کشور تغذیه می کنن، و چون در اون مناطق پراکندگی زیادی دارن، عموم مردم مخصوصا افراد محلی وقتی این مارها رو در منازلشون یا اطراف منازلشون میبینن ازش وحشت دارن، میترسن و بیشترشون اون رو میکشن. ما میخوایم با ایجاد آگاهی تصاویر این مار رو ضبط کنیم و برای شما به اشتراک بذاریم تا متوجه بشید که کاملا بی خطره و آزاری برای انسان نداره و کاملا هم مفیده، چون با کنترل جمعیت آفات مخصوصا جوندگان نقش بسیار خوبی به افراد محلی و کشاورزها میکنه. با ما همراه باشید در این ویدیو و مجموع مستندهای سفر خوزستانمون رو مشاهده کنید، سفرهایی که از قبل داشتیم و یا ویدیوهایی که از قبل در و مستندهای دیگری که از سفر خوزستان به اشتراک گذاشتیم رو مشاهده کنید تا با گونه‌های خاص جنوب کشور بیشتر آشنا بشید. ما به پیمایشون میپردازیم تا در کنار این صخره‌ها و لابلای شکاف صخره‌ها بتونیم این گونه مار زیبا و جذاب رو پیدا کنیم و تصاویرش رو به شما نشون بدیم. جز مارهایی هستش که طول بلند و بدن باریکی داره، تا 1.5 متر حداقل یا حتی اکثر رشد میکنه و در طبیعت حداقل تا 1.20 متر قابل مشاهده است. ممنونم که با لایک کردن و کامنت گذاشتن به ما انرژی میدید و با حمایتاتون باعث میشید ما فعالیت قوی تر و مستمرتری داشته باشیم. من آیین نیک خان هستم از کانال نیک وایپرز. دوستان عزیز، همونطور که در حال پیمایش بودیم در رشته کوه زاگرس در جنوب ایران در استان خوزستان، تونستیم یکی از مارهای غیر زهرآگین این مناطق رو مشاهده کنیم. مار دستی که از ابتدای سرش تا امتداد بدنش دارای خالهای مشکیه و از یک قسمتی از بدن تا انتها خالها محو میشه و رنگ کرم رنگ و خاکی رنگی داره. جزء مارهای غیر زهرآگینه، در منازل قدیمی در روستاها به وفور یافت میشه، در سقف منازل از جوندگان و پرندگان تغذیه میکنه. یکی از مارهایی هستش که طول بلندی داره، تا 1.20 متر 1.5 متر رشد میکنه و جثه باریکی داره. هیچ گونه زهر و خطری نداره. ما دو گونه مار دستی داریم. یک گونه مار قیتانی هستش که از امتداد سرش تا انتهای بدنش خط نارنجی رنگ داره، که تصاویرش رو براتون قرار میدم، و دیگری گونه مار دستی هستش که در دست من مشاهده میکنید، دارای خالهای مشکی تا امتداد بدنش و از اواسط بدن به انتهای بدنش بدون خط و خال و رنگ کاملا قهوه‌ای و ساده. مارهای دستی از مارمولک‌های کوچک هم تغذیه میکنن و عمده غذایشون جوندگان کوچک و مارمولک‌ها هستش، که بهتون گفتم از سقف خونه ها داخل سقف خونه های قدیمی زندگی میکنن و از اونها تغذیه میکنن، تخم گذارن و هیچ خطری برای انسان ندارن. این گونه زیبا رو تونستیم پیدا کنیم و رهاش میکنیم که تا به ادامه زندگیش بپردازه. خیلی ممنونم که با حمایتاتون به ما انرژی میدید و با لایک کردن، کامنت گذاشتن سعی میکنید که ما بتونیم فعالیت مستمرتر و قویتری داشته باشیم. با حمایت های شما ما میتونیم فعالیت بهتری داشته باشیم. اگر ما رو سابسکرایب ندارید، لطفا سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای جدید بهتون نمایش داده بشه. خب دوستان، مار قیتانی رو مشاهده میکنید که گونه دیگه از مارهای دستی هست، که بهتون در ابتدای ویدیو گفتم بدنش کرم رنگه و یک خط نارنجی از ابتدای سرش تا انتهای دومش
قرار داره که روی ستون فقراتش کشیده شده و به اشتباه به این گونه از مارها هم مار جعفری گفته میشه در جنوب کشور، که یک اشتباه کاملا بزرگ و رایجی هستش، چرا که مار جعفری در ایران همان افعی جعفری و پولک اره‌ایه که زهر بسیار خطرناک و کشنده‌ای داره و عوارض گزشش هم بسیار دردناک و مخربه. همونطور که مشاهده میکنید مار قیتانی هم مثل مار دستی که بهش مار تیرمار میگفتن، که اونم یک اصطلاح اشتباهی بود و به زبان عامیانه در جنوب کشور به این لقب ها معروف شدن این مارها، هیچ گونه زهر و خطری برای انسان نداره. خط نارنجی رنگش رو مشاهده میکنید که از ابتدای سرش تا انتهای دومش کشیده شده و کاملا براق و بشاش هستش و مانند مار دستی بدنش کرم رنگ و رنگ خاکی داره، دقیقا مثل همون مار دستی در سقف خانه ها یافت میشه و از جوندگان مارمولک های کوچک و گاهن جوجه پرندگان هم تغذیه میکنه و هیچ خطری برای انسان نداره. اما همونطور که بهت گفتم به خاطر یک اشتباه به مار جعفری معروف شده و فکر میکنن که زهرآگین خطرناکه و برای انسان کشنده است، مخصوصا به خاطر همون خط نارنجی رنگی که روی کمر